مهمان داریم، چه مهمان دوست داشتنی که همه شما بسیار دوستش می‌دارید. از ترانه‌های او و موسیقی او خاطره دارین. ترانه‌سرا، آهنگساز، خواننده و نوازنده درجه یک، امید حاجیلی. متشکرم. سلام علیکم. سلام، خوش آمدین. خیلی ممنون که امشب مهمان ما هستین. بفرمایید. این چیه؟ من بلد نیستم. این مدل خارجی. بفرمایید. خوش آمدین. خیلی ممنون. بفرمایید. خیلی خوش آمدین. خیلی ممنون که شما که دعوت کردین. دعوت ما رو پذیرفتی. متشکرم. چه صندلی بزرگ و خوبیه. نوشه جان، اول برنامه‌ای که میرم بخشن جا میشم. خب خیلی خوب. سلامی اگر هست. بله، سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، هر جای دنیا که هستن دارن این برنامه رو میبینن، ایرانیای عزیز. خیلی خوشحالم تو این برنامه هم. امیدوارم که برنامه جذاب و خوبی داشته باشیم با مهران خانم. قربونت برم، مرسی. خیلی خوش آمدی، خیلی لطف کردی. و امید جان حاجیلی، خب مهمان دور همی بودن دو سال پیش. بله، سری بله. اول، سه سال سری پیش. اول بودم، بعدم عنوان خواننده. سه سال پیش با هم حرف زدیم و خب تو این سه سال حتما اتفاقات زیادی افتاده که میشه راجبش حرف زد. قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم، من به هر حال چون جمع خیلی صمیمیه و منم با شما یه رفاقت قدیمی دارم، میخوام ببینم که چی صدا کنم تو رو. یعنی اینکه شما رو آقای مدیری صدا کنم تو گفتگو، جناب مدیری صدا کنم، مهران جان صدا کنم، مهران جون صدا کنم، چی شما خودتون رو که این شما که تاج سر مایی. من قربونت برم، میخوام حمله ور بی ادبی نباشه. من قربونت برم، هر جوری که راحتی و حست همونو میگه. پس اجازه بدیم تو صحبت مهران جون ولی ببین. همچین ترکیبی پر رو برم دیگه، هر جوری که اومد. نه اصلا اختیار داری، خواهش میکنم. یا میتونی اصلا صدام نکنی. اختیار داری. آره، ولی من میگم امید جان و من میگم مهران جون. مهران جان. آره، حالا جانش هم نگفتی اصلا. خیلی مخلص. چه خبر دیگه؟ قربونتون برم، سلام. خیلی رفت تو رابطه اصلا قضیه. عرض کنم که خیلی سوال داریم، خیلی حرف داریم. من در خدمتم. از سن خیلی پایین شروع کردی به موسیقی. خانواده اهل موسیقی بودن؟ برادرم یه مقدار سنتور می‌زدن، پدرم هم عاشق موسیقی هم. آها. یعنی اینجوری شدش که شروع شد. چون من از اول شروع کردم پیانو زدن به صورت آکادمیک، البته با کیبورد. بعدش برادرم چون سنتور میزد باهاش تمپو میزدم دیگه، اینجوری وارد. و سن خیلی کوچیک دیگه، از 9 سالگی. 9 سالگی. بله. و تو از اون دسته از خوانندگان و آهنگسازانی هستی که تحصیلات این رشته رو داری، یعنی لیسانس موسیقی، بعد فوق لیسانس موسیقی. بله. و یک دکترای افتخاری. بله، دکترای افتخاری و در همین زمینه دکترای پژوهش هنرم هم داره انجام میشه و دارم کار میکنم که یعنی تمومش کنم. تموم میشه، چقدر عالی. و سالها هم تدریس کردی. بله. موسیقی رو در دانشگاه، هم هنرهای زیبا فکر میکنم، هم دانشگاه. بله. آزاد. هم دانشگاه آزاد، هم دانشگاه سر دانشگاه تهران. و اینجا هوا خیلی خوبه، ولی هر کی جلو شما میشینه عرقش در میاد. نمیدونم قضیه چیه. دستمال داریم؟ خواهش میکنم بفرم. دهت ضد عفونی شده و ترتمیز و اینا. آره، خیلی ممنون. خواهش. و ساز تخصصی تو ترومپته و بله، بله. چجوری این ساز سخت رو انتخاب کردی؟ سازهای بادی خب معمولا سختن و ترومپت خب خیلی ساز سخت. ازم به حضورتون که این خیلی داستان مفصلی داره، به خاطر اینکه من ترومپت اصلا نمیشناختم. خیلی راحته. من ترومپت رو خیلی نمیشناختم. من از اول راهنمایی وارد هنرستان موسیقی شدم و وارد شدنم من به هنرستان موسیقی با یک آگهی در روزنامه شروع شد. مادرم داشت سبزی پاک میکرد. اونجا دیدن. واقعا همین اتفاق افتاد و چشمشون خورد به آگهی هنرستان موسیقی. گفت دوست داری بری هنرستان موسیقی؟ من اصلا خیلی فرقی نمیکرد که کجا دوست دارم برم، چون تو اون سن خیلی اون آگاهی وجود نداشت برای خودم که اصلا چه اتفاقی قرار بیفته. گفتم بریم. از پنجم ابتدایی که تموم شد، شرط معدل داشت بالای 18، رفتیم امتحان دادیم هنرستان موسیقی. یه سری تست گرفتن، تست سولفژ و به حال سه چیزایی که اولیه بود. اونجا قبول شدم و برادرم چون سنتور میزد خیلی دوست داشت من ویولون بزنم. آه. که با هم ویولون و سنتور بزنیم و من ایرانی بزنم، در صورتی که هنرستان موسیقی اصلا ویولون ایرانی نداشت. ولی من ویولون زدم. خیلی تمرین نمی‌کردم، دوستم نداشتم اصلا. سه سال زدم و می‌خواستم منو اخراج کنن.
انقدر که پیشرفتی نداشتم. یکی از اساتید اونجا منو خیلی دوست داشت و گفتش که یه فرصت بهت میدیم سازو تو عوض کن ولی یک ساله بعد خودتو برسونی. که دیگه هر کی دوره برم بود، یکی میگفت بیاد کمونچه بزنی، یکی میگفت بیاد کنترباس بزنی، هر کی دوستای دوره بود. دیگه خلاصه به ترومپت ختم شد. ترومپت هم رفتم سر کلاس، استاد اون موقع خدا بیامرز امیر بهشتی بود، گفت نمیتونی ترومپت بزنی، لبت اینجا شکم پایینه، نمیدونم فرمش جوریه که نمیشه. بعدم متوجه شدم که یه مقدار دوست نداشته که من برم سر کلاس، چون باید یه زحمت مضاعفی میکشی منو میرسون. که دیگه ما رفتیم، به من گفت خب حالا که اصرار داری با یکی از بچه‌ها برو، یه هفته فرصت داری بهت بگه اگه تونستی صدای سازو در بیاری بیا سر کلاس. ما رفتیم دیگه خودمونو کشتیم، صدای سازو در آوردیم و رفتیم سر کلاس. یعنی اگه اون روزنامه دیده نمیشد زیر سبزی ها، فکر میکنی الان چیکار داشتی میکردی؟ یعنی چه مسیری رو میرفتی؟ نمیدونم واقعا چه مسیری اتفاق. هیچ وقت فکر نکردی بهش؟ مثلا علاقه جایگزینت؟ علاقه جایگزینم به طراحی داخلی ساختمان و معماری داخلیه، ولی نمیدونم که تو اون مسیر اصلا قرار میگرفتم یا قرار نمیگرفتم، چون این علاقه رو چند ساله که بهش رسیدم. دیگه نمیدونم تقدیر منو به کدوم سمت میبره. و در ارکستر سمفونیک و ارکستر فیلارمونیک هم سالها بودی؟ بله، 10 سال در ارکستر سمفونیک تهران بودم، اونجا ترومپت میزدم از سال 79 فکر میکنم، یعنی قبل از اینکه دیپلم رو بگیرم وارد هنرستان، وارد ارکستر سمفونیک شدم. ارکستر فیلارمونیک یه تایم کوتاهی تشکیل شد در ایران. بله. حالا داریم صحبت میکنیم، من فرق ارکستر فیلارمونیک و سمفونیک هم بگم به هر حال یه بار آموزشام داشته باشه. ارکستر سمفونیک و لحاظ سازبندیش فرق با ارکستر فیلارمونیک نمیکنه، ولی ارکستر سمفونیک به خاطر این سمفونیک چون دولت هزینه‌شو پرداخت میکنه. ارکستر فیلارمونیک انجمنهای خصوصی و انجمنهایی که مردم هزینه‌شو میدن پرداخت. درسته. یه ارکستر فیلارمونیک درجه یک تشکیل شد خیلی سال پیش، تقریبا 9-10 سال پیش، به رهبری استاد شریف لطفی که خیلی برای این ارکستر زحمت کشیدن، ولی خب ادامه دار نبود دیگه متاسفانه. و این که گفتی بخش دولتی، یعنی ارکستر سمفونیک، خیلی دستمزد ها غمناکه. الان خیلی اوضاع بهتر شده. اون دوره‌ای که ما بودیم، دوره یادمه که خیلی بد بود. دستمزد افتضاح بود و قراردادی وجود نداشت. همیشه همین درگیری بود. الان ولی شنیدم که بهتر شده. البته من خب سال‌هاست که ارکستر سمفونیک نمیرم، ولی شنیدم اوضاع بهتر شده. ارکستر سمفونیک تهران خیلی حیفه به خاطر اینکه یه قدمت بسیار زیادی داره، ولی نمیدونم چرا متاسفانه کم لطفی زیاد. چرا به سمت، چون هم این رشته رو تحصیل کردی، هم اینکه در ارکستر سمفونیک و حالا اون مدت کوتاه در فیلارمونیک بودی، چرا به سمت موسیقی کلاسیک نرفتی به طور حرفه‌ای و ادامش بدی؟ شما موسیقی کلاسیک خیلی دوست داری. آره، من عاشق باخ هستم. چون علاقه شخصی رو میگم. آره، خب اینم یه توضیح من بدم. موسیقی کلاسیک، حالا آقای مدیری که استاد بنده هستن، دوران اصلیش چند دوره تشکیل شده، یعنی از چند دوره تشکیل میشه، حالا کاری به قرون وسطا اینا نداریم، از دوران باروک هستش که خیلی نقش مهمی داشته، بعدش دوران کلاسیک هست، بعدش رمانتیک هست که من عاشق رمانتیکم، بعدش مدرن و معاصر که الان توش. بله. علت این که شما رمانتیک دوست ندارین؟ خب معلومه که چرا. به خاطر اینکه تو هر دوره یک حال و هوای خاصی داشته، اون آهنگ سازانی که آهنگ که میساختن و سمفونیایی که تولید میکنن یا چیزایی که مینوشتن. من برای این عاشق دوران رمانتیکم، چون دقیقا دوران رمانتیک زمانی بوده که احساسات نوازنده ها توسط آهنگ هاشون بیان میشده. از قبل از اون این اتفاقا نبوده، به خاطر همین آهنگ های دوره رمانتیک واقعا با روح روان آدم همچین بازی میکنه. نه منظورم کلاسیک، موسیقی کلاسیک به طور کلیه. موسیقی کلاسیک من برای این نرفتم توش، به خاطر اینکه توش که بودم من. آره، همیشه آره. تا فوق لیسانس هم حتی نوازندگی ترومپت بوده و همش قطعات کلاسیک دادم و پایان نامه هم حتی کنسرت ترومپت هایدن بوده. اولا که خب شاید اون دوره که ارکستر سمفونیک بودم یه مقدار زده شدم، به خاطر اینکه یه کمی شاید محل بروزش تو ایران، بله، خیلی مناسب محدود نیست. بله. علاقه اونجوری و استقبال اونجوری وجود نداره، یه سری آدم خاصن که واقعا. و اینکه به نظر من همیشه هدف یه موزیسین خیلی مهمه که دنبال چیه. دنبال تجلی موسیقی و پیشرفت همش هست، یا دنبال این هستی که بخش، کسی مثل من که فقط کار موسیقی انجام میدم پس بخش مالی و بیزنسش هم برام مهمه. به خاطر همینم خوانندگی من خیلی اتفاقی شد و وارد این مسیر و این مسیر کارهای این مدلی که افتادم اصلا کاملا اتفاقی بود. آره. وگرنه
اون موقعی که من مثلا یه آهنگی دارم به اسم ربابه، ربابه پوئم سمفونی ربابه، حالا پوئم سمفونی نه اگه نه شما سمفونی دلبر منو شنیدی؟ بله بله، خواهش می‌کنم در چهار موومان. خب زمانی که آهنگ ربابه رو ساختم، من هم استاد دانشگاه بودم، هم ترک سمفونیک ترومپت می‌زدم و یه سری عزیزان همیشه هستن که خیلی تعصب دارن به موسیقی کلاسیک، و شما ببینید که من چه بار منفی رو تحمل کردم تو این دوران. حمله شد بهت خیلی زیاد، یعنی اصلا نگاه‌ها سنگین شد، نگاه‌ها چپ شد، یعنی به دید یک آدم خالتور نگاه می‌کردن، به یه دید اصلا خیلی عجیب غریب. ولی بعد انقدر این مسیر رو ادامه دادم چون به کارم مطمئن بودم و گفتم حتی اگر آهنگ ربابه می‌سازم درست می‌سازم، و همیشه میگفتم الهاز سلیقه‌ای میتونید بگید اصلا افتضاحه، ولی الهاز فنی اگر جایش میتونید ایراد بگیرید خب بیاید به من بگید، منم توضیح میدم. درست. و چون همیشه سعی کردم که کارامو درست انجام بدم، انقدر پافشاری کردم، همین الان به گوشم میرسه که مثلا اون استادی که اونجوری به من نگاه میکرد و پشت سرم حرف میزد، همیشه به عنوان آدم موفق منو جز مثالاش هست. درست. و این خب چه چیزی بالاتر و قشنگتر از این؟ اینکه گفتی دوره رمانتیک رو دوست داری، آدم رمانتیکی هستی؟ نه خیلی آدم رمانتیک، یعنی هستم ولی بروز نمیدم. چرا؟ به خاطر اینکه مدلم خیلی بروزی نیست. یعنی در درون خودت این آدم فوق‌العاده احساسی هستم. احساسی هستی بله، ولی بروز نمیدی. عمدن بروز نمیدی یا نمیتونی؟ نمیتونم بروز بدم. نمیتونی. خب به اون بخشش هم میرسی. آخ سوژه رو پیدا کردیم. آره آره، من پیدا فهمیدم الان چیکار باید بکنم. اینکه آدم احساساتی باشه ولی یعنی دورخیز کرده بودی. آره، اینکه آره، دنبال معلومه و نتونی بروز بدی. آره منم همینطور تو رو. چی شد که به سمت خوانندگی رفتی؟ اینو می‌خواستی بگی ولی نگفتی. به سمت خوانندگی، خب من آهنگسازی رو تنظیم می‌کردم. معمولاً بیشتر اون خواننده‌هایی که آهنگسازی رو تنظیم می‌کنن به همین واسطه خواننده میشن، چون به عنوان شاهد خواننده میخونی برای خواننده. آره بعد. و بعدش میبینی که خب اونی هم که خوندی بد نشد، دور و بریات هم تشویقت میکنن. آره. بعد دیگه ناخودآگاه میافتی تو این مسیر، خب پس خودم بخونم. چه اتفاقی میفته؟ خب من عاشق موزیک آمریکای جنوبی و لاتین هستم. 10 سال برای آلبوم زحمت کشیدم به اسم آلگرو که سال 89 منتشر شد با شعر فارسی، موزیکا همه لاتین و اینا، ولی اون نتیجه که میخواستم نتونستم بگیرم. بعدش به صورت اتفاقی موزیک 6/8 ساختم که توش سوری کرون داشت. دیگه اصلا یه مسیر کلا عوض شد. دیدم که چقدر مردم دوست دارن، شنونده چقدر زیاد داره، دیگه رفتم به یه سمت دیگه. هنوز امریکای لاتین هنوز دوست دارم، ولی چون خیلی خواهان نداره به اعتقاد من، سعی میکنم یه چیزی تولید کنم. اون وسطا تک و توک میسازم. آره، آره. ولی شنیدم. بیشتر حجم کارم رو چیزیه که مردم دوست دارن و از من توقع دارن. سالهای سال پیش ما ملودی میشنیدیم. بله. یعنی ترانه هایی که خوانندگان میخواندند، ما یک ملودی مشخص و یک ساخت درست و حسابی به عنوان یک آهنگساز میشنیدیم از کسی که این کارو کرده. الان انگار دیگه ملودی وجود نداره خیلی، و روی ریتم مشخصی خوانندگان میخونن و بیشتر اون حال و هوای کنسرت است که مهمه. یعنی شما چیزی به نام ملودی که بتونه یادت بمونه و تکرارش کنی اصلا وجود نداره و این خیلی کم است. و این بد فاجعه است، خوب اشکالی نداره، نمیدونم. آخه بستگی داره که چجوری بخوایم بهش نگاه کنیم. ببینید اولا که الان به نظر من هر کسی که میتونه یه شعر دستش بگیره و روش یه چیزی بخونه میشه ملودی ساز. و این اتفاق خیلی بدیه، به خاطر اینکه بیشتر اتفاقات موزیکی که مثلا تو موزیک پاپ من میگم، حالا موزیکای سنتی، موزیک کلاسیک و حالا اتفاقات دیگه‌ای که میفته، اون یه تحصیلات و یه شرایط خاصی میخواد که اون آهنگا بخواد به نتیجه برسه. ولی تو موزیک پاپ خیلی سطحی شده همه چی. نظرت راجع به اصلا روزگار موسیقیمون در امروز در مورد پاپ چیه؟ موسیقی پاپ که به نظر من خیلی اوضاعش خرابه. خیلی ساله که خرابه، به خاطر اینکه به اعتقاد من نظارت درستی وجود نداره. چرا ازدواج نمی‌کنی؟ ازدواج نمی‌کنم؟ شما یادتون رفته؟ نه یادم نرفت. حرکاتتون هست فیلمشا؟ عروسی؟ یادتون رفته؟ من ما عروسی تو. یعنی حافظتون اصلا فکر نمی‌کنم. من عروسی ضعیف باشه. من عروسی تو بودم. خب شوخی می‌کنم. اگه میشه من عروسی بکنم، جشن بگیرم، شما نیاین. نیاین. نه شما که امکان داره نیانی آیه مهران جون، امکان داره نیاین، ولی
امکان نداره من دعوت نکنم. نه ممنونم. کنسرت من چرا دال نیومدی؟ بحثو عوض کردی. نه اونم نمیدونم. کنسرتت من نبودم ایران، یادته؟ خب اون یه بارش بود. یعنی پیام دادی که من بعد من فیلم گرفتم. من فیلم گرفتم. خارج از ایران بودم، گفتم ببین شهر رو، من اصلا ایران نیستم و خود دید و گفت آه دیگه قبول. من اون یه قبل شب قبل کنسرتم، یعنی یکی دو روز قبلش بکنم دعوت میکردم. آره. یه مسیج بلند بالا دادم و گفتم که شما نمیخواین تشریف بیارین، انرژی خوبتون رو ما از اون پایین ما هم بگیرم، بچهای گروه بگیرم، خیلی خوشحال میشیم، بالاخره بعد از این 100 سال دوستی نمیخواین شما تشریف بیارین. بعد گفتم که پیش خودم، شما نمیدونید اینو، گفتم که این سین میشه، آقای مدیری میبینه اینو. اگر جواب داد که خب، یعنی این رفاقت هنوز یه چیزایی هست، اگر جواب نداد دیگه من رفاقتی با آقای مدیری ندارم. نگاه کن تو ذهن خودم بود دیگه، آقا چند بار دعوت کنیم مگه میشه؟ خب بعد سین شد، جوابی نیومد. گفتم ای دل غافل. بعد فیلم فرستاد. نه خب همین رو میخوام بگم. جوابی نیومد، من رفتم برای کنسرت، کنسرتمو دادم. فرداش دیدم آقای مدیر یه دونه فیلم فرستاده برای من و اون فیلم از حضورشون تو کنسرت خیلی برام ارزشش بیشتر بود. شکر. جدی میگم، خب خارج از ایران بودین، وقت گذاشتین، اون انرژی رو دادین، خیلی بهم چسبید. مخلصم. امیدوارم که این روزها بگذره، این روزهای بعد، و کنسرت داشته باشی و هر شب بیام. دیگه این که علکیه دیگه. یه شب میام. یه شب ولی ولی امیدوارم این روزها بگذره و دوباره همه چیز مثل گذشته بشه. البته ایشالله که همه چیز مثل گذشته نشه، ولی این بحران رو ما بگذرونیم و من چشم با کمال میل با افتخار، چون شما موزیک کلاسیک دوست دارید دعوتتون می‌کنم. خیلی ممنونم. چون سمفونی دلبر واقعا با اون اوبرا، آره آره واقعا، خصوصا موومان چهارم شما، موومان چهارم چون سمفونی رباب رباب. چرا ازدواج نمی‌کنید؟ زوده داشت در میره. نه تو این اوضاع کرونا کی زن میگیره حالا؟ کی دنبال زن؟ نه حالا همین هفته منظورم نیست، به طور کلی. 61 62 62 میشه چند سال؟ 37 37 بعد که بسه دیگه، بسه دیگه. زوده هنوز، زوده. چند سالگی به نظرت خوبه برای من؟ شما چند سالتونه؟ من 52 سال. 52 سال؟ چه جوری گفتی حالا 52 سال؟ مثل که مثلا الان لگن زیرم. 52 سال. من فکر می‌کنم بیشتره، خیلی خوب موندیم ولی. منو ببین اصلا، من دارم اصلا نشکر میکنم. شما 18 فوریه تولدتونه نه؟ بله. خیلی مبارک باشه. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. چرا ازدواج نمی‌کنی؟ زوده واقعا. خب همین، چرا؟ چی فکر می‌کنی؟ که هر کی که ازدواج کرده شنیدم ازش که میگن یهو این اتفاق میفته. آها. و من برام هنوز اون یهو اتفاق نیفتاد. قانع نشدم. چند تا سوال پرسیدم با بله یا خیر جواب بده فقط. ولی خدایی خوب موندین. 53 سال. 52. دو خوب موندم. خیلی. خیلی ممنون. سایمان تبریک. خیلی ممنون. به افتخار آقای مدیر. بله یا خیر. شهرت مقرورت کرد؟ خیر. خیر. خواننده‌ای هست که ازش خوشت نیاد؟ خیر. خیر. تا حالا شده به خاطر حفظ ظاهر از کسی تعریف کنی؟ بله. بله. با کسی رقابت داری؟ خیر. خیر. تا حالا حسادت کردی؟ این توضیح داره بدم یا بله خیره؟ آخه حسادت تو وجود همه هست؟ بله یا خیر؟ تو وجود همه هست؟ بله. خیر. وقتی نمیذارین توضیح بدم خب خیره دیگه. آخه اصلا شکل توضیح نمیخواین که خیر دیگه، خب که بله یا خیره. خب خیر. آخه میگی در وجود همه هست دیگه، یعنی میشه بله. پس توضیح بدم. منم بله. اصلا حسادت کی نکرده؟ خیر. آخه کم و زیاد داره. خب حالا کمشو شما خیر. کمشو کردی. شما خیر. من بله. آره خب دارم حرف. حسادت ها رو همه داریم. من نکردم. منم حالا از کار کسی شده خوشت بیاد و یه بخشیشو مال خود کنی، کاور کنی، کپی کنی. بدوزم یعنی؟ اسمش این نیست، ولی کپی کنی، کاور کنی، یه بخشیشو استفاده کنی. خارجی بله. خارجی بله. با خواننده های زیادی کار کردی. بله. خواننده های خوب. و همچنان... ببخشید. چون اینو گفتم این وقت شایبه پیش نیاد. ملودی هایی که من کار میکنم یه سریش فولک هست و محلیه. ولی معمولا یه دستی توش میبرم
و مثلا ترجیبند و آهنگ محلی میذارم که به گوش هم آشناس. مثلا ورسشو یا اون قسمت ابتدایی خواننده که میخونه رو اونا رو میسازم یا تغییر میدم. یعنی اینم پس بله میشه نسبت به اون چیزی که فرمودین. خیلی خوب. هنوز با خوانندگان دیگر کار میکنی؟ چون قبلا خیلی برای خیلی آهنگ ساختی، تنظیم کردی و الان یا فقط برای خودت؟ الان خیلی وقته که فقط برای خودم کار میکنم. ولی میخوام شروع کنم که این بخشم فعال کنم دوباره که برای عزیزانی که میخوان کار بسازن. اون ترک شاهسنم، بله، ترک بله. حیران رو ما با هم کار کردیم و چقدر خاطره خوبیه و چقدر کار زیبایی اون کار هم تنظیمه. با صدای شما خیلی زیبا شده. اون کار هم تنظیم امید هست و البته من تنها نه، گروه دارکوب. گروه دارکوب با منم یه ایده کوچیکی توش داشتم، نقش کوچیکی داشتم. آره، همراه همایون نصیری عزیز که چقدر دوست داشتنیه. نبیه سپهر عزیز. آره، و امیدوارم یک روزی دعوت کنیم دور همی و مهمان ما باشه. صحبت همایون شد، ما موزیسین خوب خیلی داریم توی کشورمون، خیلی زیاد. یکیش مثالش همین همایون نصیری، مثالش بی نظیره. میدونید من نوازنده هایی که ساز غیر ایرانی میزنن و مطرح میشن توی سطح بین الملل، ارزششون یه مقدار بالاتر برام، چون خب عزیزانی که موسیقی ایرانی کار میکنن خب فقط مال خودمونه. آره، درست. خیلی نمیشه روش مانور بین المللی داد، هرچند که داریم نوازندگانی که در سطح بین المللی درخشیدن، ولی چون مال خودمونه خیلی فرق میکنه. ولی نوازنده ای که میاد یک ساز جهانی رو میزنه، یک ساز لاتین میزنه، بعد و همایون جزو 3-4 نفر اول دنیا است. حالا 3-4 نفر 5 نفر اول دنیا نه، ولی جزء بهترین هاست به خاطر اینکه آرتیست کمپانیای مطرحی هستش. نوازنده خوب خیلی داریم، نوازنده ویولون داریم درجه یک، احتمالاً بشناسید بردیا کیاره است. بله، بردیا که رهبر ارکستر ملی هست، ارکستر سمفونیک هم به تازگی رهبری کرد. توی ارکستری ساز میزنه به اسم ارکستر دیوان که از همه جای دنیا هستن جمع شدن، و یک رهبر درجه یک، بله کامل، آقای بارون بوهم اونجا رهبری میکنن، دانیل بارون بوهم. بله. آره. و واقعا افتخاریه برای ما که، یعنی برای من که افتخاری همچین رفیقی دارم که تونرسان بوده و ساز میزن. آره. از این دسته نوازنده خیلی زیاد داریم، حسین شریفی، پدرام فریسپی، اصلا بخوایم اسم ببریم خیلی زیاده. آره. یه دست به افتخار همه بچه‌های موسیقی درجه یک بزنیم واقعا. آره، بردیا کیارست یکی از بهترین هاست که در سطح جهان کار میکنه، اون هم با همونطور که امید گفت با شخصی به نام دانیل بارن بوهم که از بزرگان و یعنی هم رهبر بسیار بزرگیه در جهان، هم پیانیست بسیار بزرگیه که بتوونیست هم هست، تخصصش به آثار بتوون. آقای مدیری، شما توی برنامه کتاب باز فکر میکنم بله. گفتین که باخ حدود 5000 قطعه ساخته. بله. من ولی هرچی گشتم حدود 1780 تا بود. نه، در طول تاریخ از بین رفته، آنچه که مونده چیزی حدود 2000 اثر. 1780 تا. بعد چجوری میشه که از بین رفته ولی میدونن که ساخته؟ چه سوال سختی. نه، حالا از این زاویه نگاه کرده بودین؟ آره. نه، این ببین، مثلا تولستوی هم چندین رمان نوشته که در آخر عمرش به خاطر اینکه ایدئولوژیش نسبت به جهان تغییر کرد همه اینها رو سوزوند. گوگل هم همین مسئله رو داره توی ادبیات، مثلا گیدو موپاسان هم همین اثر مسائل رو داره. اینها انگار که مثلا معاصران اینها نقل کردن و گفتن و در طول تاریخ مونده، چون موارد اینجوری خیلی داریم. اینا که اولا مثلا یکی مثل جناب یوان سباستیان باخ آدم عجیبی بوده، من فکر کنم مثلا به یه جایی وصل بودن اینا، یعنی فرازمینی، به خاطر اینکه فرا انسان بودن دیگه. واقعا میگم به خاطر اینکه شما حساب کنید اگه 5000 قطعه ایشون نوشته باشه، من حساب کردم هفته یک دونه اثر نوشته باشه، اثرات انقدر پیچیده، تقریبا 103 سال از بعد به تولد میشه، 104 سال. بله. یعنی چه جوری میشه که اصلا این اتفاق میفته؟ جاری بوده درشون، واقعا مدام مینوشتن. روایت مرگش رو میدونید چه جوری بوده؟ بگین. روایت مرگش خیلی جالب بوده. یک آدم به این عجیبی اواخر عمرش چشمش نمیبینه و چشمش خیلی ضعیف میشه، در حدی که واقعا نمیدیده. میره چشمش عمل میکنه. بعد دکتر میگه 6 ماه دوران نقاهت شماست که این چشم تا خوب بشه بتونی باز کنی. این طاقت نمیاره. زودتر چشمو باز میکنه و به محض اینکه خانواده‌اشو میبینه ایست قلبی میکنه و میمیره در سن 65 سالگی. یعنی به همین راحتی و به همین عجیبی. آره. خیلی سیستم عجیب. آره، اینا عجیب. انسان‌های عجیب غریبی بودن. آدمایی در حد باخ، در حد شکسپیر، در حد
مولانا، در حد میکلانج، در حد اینا یه ذره فرا انسانن دیگه، حافظ، خیلی ها. بهترین همکاریت چی بود در با خواننده هایی که کار کردی، مثلا اون خوش خاطره ترینشون یا اونی که باش خیلی کیف کردی در طول؟ خیلی خواننده ها کار کردم همونجوری که فرمودین، ولی بهترین دوران فعالیتم که همیشه ازش یاد میکنم تو همه کنسرتام، 4 سال دوران فعالیتم با ناصر عبداللهی بود، خدا رحمتش کنه. به خاطر اینکه ناصر هم خیلی آدم عجیبی بود خودش، هم خیلی اخلاق مدار بود، هم خیلی بامزه بود و صحنه گردانیش بی‌نظیر بود و من یه چیزایی از اون مونده توم و یه چیزایی یاد گرفتم تو اون 4 سال. بله. و خیلی خاطرات خوبی دارم. بعدم سنم خیلی کم بود، کلا دورانی بود که واقعا خوش میگذشت. اگر من برگردم به اون زمان و با این سن وارد ارکستر ناصر عبداللهی میشدم، شاید انقدر بهم خوش نمیگذشت. تو دوران طلایی و پیک حال سنم بود و کلی خاطره خوب دارم، کلی خوش گذشت. بعدش هم که نزدیک 2 سال این رهبر ارکستر رضا صادقی شدم، با خیلی از خواننده هام کار کردم، با علیرضا استار نازنین کار کردم که چقدر دوستش دارم به خاطر اینکه واقعا کارش درسته. با چاوشی بعد تو آلبومش توی یه دونه کار فکرم ترومپت زدم. من تو خیلی از کارا ترومپت زدم که اصلا خودم یادم نیست. تو کنسرت هم با خیلی از عزیزان بودم، کلن خوش گذشته به هم. دوران خوبی بوده و همه اینا تجربه شد برای اینکه من اولین بار که به عنوان خواننده رفتم روی صحنه، تمام این تجربیات پشتم بود. شاید به عنوان خواننده روی سنت حال نرفته بودم، ولی با یه تجربه ای از همه که جمع کرده بودم رفتم و خیلی لذت بردم. روح شاد ناصر عبداللهی و چقدر خوب میخوند، چقدر تکنیک داشت و چقدر جنس صدای فوق‌العاده‌ای داشت. این روزا خونه اینا؟ بله. و چه میکنی اوقات رو چه میکنی؟ سعی میکنم فیلم ببینم زیاد. اصولا خیلی کتاب خون نیستم، ولی سعی میکنم کتاب بخونم و بیشترش هم میخوابم. خسته نباشی. میکنم. سلامت. فیلم میبینی؟ فیلم. علاقه به بازیگری داری؟ علاقه به بازیگری ندارم. یعنی نمیتونم بگم دارم یا ندارم، چون میدونم بازیگری خیلی کار سختیه. پیشنهاد داشتی؟ یه تجربه هم داشتم با جناب آقای لطیفی عزیز و حامد انقا که نویسنده بودن. یه سریال بود به اسم پیکسل که رفتم بازی هم کردم، خیلی دوست داشتنی و همه خیلی راضی بودن. حالا خودم نمیدونم که وضعیتم چطور بود، چون من خودم هیچ وقت خودم راضی نیستم، ولی متاسفانه پخش نشد. 2-3 سالم ازش گذشته و نمیدونم چه مشکلی. هیچی، اصلا نمیدونم چه مشکلی پیش اومد که این اتفاق افتاد. تست دادی؟ نه. میخوای تست بدی؟ تست بدن، یعنی خوششون اومد که میخوای تست بدی؟ نه. چرا؟ دیدم تستاتونو، خیلی آدم رضایی هم بویر گذاشتیم. اصلا به تست میکنی؟ آقا چه تستی هایی مدیری؟ چرا؟ این تست آقا از این راحت تر؟ نه اصلا خیلی تست، نه حرف میزنی، نه تکون میخوری، نه هیچی، به خاطر همین چیزی. آقا اون چیزایی که شما میگی، مثلا چرا این گوی اینجاست؟ خب اصلا چه کاریه؟ من این فیلم نامه رو بخونم اصلا قبول نمیکنم. نه میخوای تست ندی، بگو میخوام تست ندم. گیر نده به این گوی. این الان چه گناهی کرده تو بحث ما؟ خدایی چه تستیه؟ الان یکی بیاد به شما بگه آقا این تست رو بکن، آقا مثلا قبول میکنی؟ آره حتماً. خب شما کارتون درست آخه. نه نه. شما میدونید چی کار بکنید. نه. اصلا این که کاری نداره. دوست داری با دیالوگ و حرکت باشه؟ اصلا تست ندیم من میگم. ندیم؟ چه کاری آخه؟ حالا یه دونه از این گویه. این گویه. این که نگاش کنی. چی شد قلبت گرفت؟ الان این تسته، میدونم من از این فیلم ها بلدم. آره بابا، فکر کرد الان زنگ میزنم اورژانس مثلا، یعنی من بمیرم اینجا زنگ نمیزنی؟ نه خدا نکنه. چیز دیدم ندیده، نه تستی که میخوام بگیرم راحت تر از همه است جان. این گوی اینجاست، اوکی، و تو نگاش میکنی فقط در این حد. اوکی اما نه تموم نشده هنوز. نگاش میکنی، یه جوری نگاه کن که یعنی این گوی اینجا نیست. چیز نمی‌بینم، خب چی بگم؟ الان داشتی میدیدی آخه. من ندیدم. تو تخ چشت دیدم. عنبیت داشت میدید. اتفاقا زل زده بودم به اون خودکاره. آها یعنی گویه رو نمی‌دید. گویه راهشه حالا. خیلی راه فرار هم. آره دیگه باش. تولدتون چی کار میکنید؟ تولدم هیچ، تو خونه من سر ضبطم همین، هیچ. چیزام که ضبط ندارین تموم میشه دیگه. چرا؟ تو چندم ای ضبط میکنی؟ نه خب دور همی ادامه داره. آها ادامه میدین. آره. همینجا تولد میگیرین؟ اگه اینجا باشیم اون روز. آره. آره. چشم.
خیلی مبارک باشه. قربونت برم. خیلی ممنون. فروردینی هستی؟ من نه. نه. متولد مهرم. مهری. دو مهر. دو مهر. 52 سال. 52 سال. خیلی از 37 سال بهتر. خیلی. در فضای مجازی فعالی. ولی آدم بی‌حاشیه‌ای هستی. سعی می‌کنم همیشه از یعنی آره این رو مدیریت می‌کنی؟ سعی می‌کنم. چجوری مدیریت می‌کنی؟ سعی میکنم خیلی برای خودم حاشیه درست نکنم. آخه بعضیا دوست دارن این اتفاق بیفته براشون، یعنی دوست دارن با حاشیه دیده بشن و این با حاشیه دیده شدن خب یه تبعاتی هم داره دیگه. یه حسنی داره ولی بدی هم داره. حسنش اینه که خب دیده میشی، شاید تو رونق کارت یه مقدار بهتر بشه، ولی بدیش اینه که خب همینجوری حاشیه تو حاشیه هم معلوم نیست چی درسته چی غلطه. خیلی اتفاق بدی میفته. من خودم خیلی دوست ندارم اتفاق. و یه زمانی یادمه توی دور همی قبلی با هم حرف زدیم که خیلی عاشق سلفی گرفتن بودی. بله بله. الان دیگه نه. چرا الان نه؟ یه خاطره بگم از همین سلفی. ما فکر کنم پارسال یا پیارسال بود تور کنسرت های عیدمون شروع شد و از قشم شروع می شد. ما خب معمولا وقتی که پروازمون ساعت 4-5 صبح حتی 7 صبح که مثلا یکی 2 ساعت قبلش بریم فرودگاه نمیخوابیم شب قبلش. طبق معمول من نخوابیدم و رفتیم فرودگاه، رسیدیم قش. خب خیلی از عزیزان تا بارمون بیاد شناختن، اومدن لطف داشتن، اومدن عکس بگیریم. بعد معمولا هم عکسی تو قبل از کرونا عکسای سلفی رو خودم میگیرم، یعنی دوربینشون رو میگیرم خودم میگرفتم. همینجوری دورم شلوغ بود داشتم عکس میگرفتم، یهو نگاهم افتاد به یه آقایی که مثلا یه 2-3 متر اونورتر وایساده داره ما رو نگاه میکنه، همچین عاقلا در صفی جوری به ما نگاه میکنه که من احساس کردم که مثلا براش میخواد عکس بگیره و منتظره که یکم خلوت شه بیاد سمت من، یعنی یه آدم متشخصه خیلی. بعد نظرم بهش بود، ما عکس‌ها رو گرفتیم و تموم شد و اینا. اون آقا اومد یکم نزدیک و گفتم در خدمتم، گفت امکانش هست عکس باهاتون بگیرم؟ منم یه احترام مضاعف گذاشتم که همچین آدم متشخصی دور باشه. دوربینی که گرفتم اومدم بگیرم، گفت البته من شما رو نمی‌شناسم، این عکسو می‌گیرم برای روز مبادا. اون عزیزی که اون روز این عکسو گرفتی برای روز مبادا، الان بهترین موقع است که تو دوره همین منو دیدی بگی من با این عکس دارم. آره چه عجیب، من تا حالا نشده روز مبادا. آره خیلی. بعد منم خیلی اشتباه میگیرم، نمیدونم برای خواننده دیگه این اتفاق میفتن یا نه. همونجا با خواننده های دیگه من این عکس زده بودم، چون خیلی چشام خسته بود، پای چشام گود بود و اینا. یه آقا پسری با مادر پدرش بود، معلوم بود اونا مسافر بودن، اومد جلو گفت سلام آقای خواجه امیری، میتونم باهاتون عکس بگیرم؟ منم همیشه اینجور مواقع میگم بله خواهش میکنم. عکسو گرفتم، عکسو برد، گفت ببین احسان خواجه امیری بود باهاش عکس گرفتم. یعنی اتفاقات اینجوری زیاد میفته، یا با محمد علیزاده من اشتباه میگیرم. خیلی زیاد. خیلی خوب. ولی برای روز مبادا خیلی بامزه. حتما حتما. آره البته شما رو ایرانی هست که نشناسه تو کل دنیا. خیلی ممنون. آخه میدونید شناختن یه بحث، محبوبیت یه بحث دیگه است. این که رو شما چه جوری حساب میکنن و چه فکری میکنن. شما ماشاءالله تو همه چی واقعا نمره 100. لطف داری، خیلی ممنون. یعنی اگه از این دوران بخوام بگن که مثلا 100 سال بعد میگن یه نفر مثل باخ وصل بود، بختیار مهران جون هم جزء اونایی که به نظر من وصله. چون مگه میشه تو همه چی اینقدر قربونت برم. همه چی تموم، قربونت برم. لطف داری، باعث افتخار برای من که همچین رفیق قربونت برم، محبتت. خیلی ممنونم. من یک بار ولی شد زمان ساعت خوش، البته اون نه. اوائل که ما آیتمش هم ساختیم، یعنی همینو بچه ها نوشتن و ساختیم. من دم لوکیشن با استودم دم در هوا میخوردم تا حالا آماده شن بچه ها. دو تا سرباز اومدن، اون موقع موبایل اینا نبود، دوربین بود. بله. دوربین دادن به من، گفتن آقا یه عکس هم ما دوتا بگیر. اون عکس بود. آره اون دوتا وایستادن کنار هم، دستشون رو انداختن شونه هم، من ازشون عکس گرفتم و رفتن. خیلی قشنگ و شیک. آره اگر به گذشته برگردی، اگر به سالهای خیلی قبل برگردی، چه چیزی رو از زندگیت پاک میکنی؟ چه چیزی رو پاک میکنم؟ مهمترینش چیه؟ که اتفاق نیفته یعنی؟ یا تغییرش میدی یا؟ آخه خب یه اتفاق تلخی تو زندگی افتاده که دست من نبوده. فوت برادرم بوده که خب من ممنونم که من نمیتونم اونو پاکش کنم، چون یه اتفاقی که بعد میافتاده. ولی اگر برگردم به گذشته چیزی رو پاک نمی کنم، سعی میکنم که یه چیزایی اضافه کنم. و ورزش کردن یکی از همونو بوده،
زبان یکی دیگه از همونا بوده که خیلی به نظرم این روزها مهمه. این دوتا رو حتما بهش اضافه میکردم و اینا بقیه چیزا تمام تلاشم رو توش کردم و خداشون نتیجهش بد نبود. خیلی هم خوب. من خیلی سعی میکنم که به مردم بگم که توی خونه بمونید این روزا. بله. و خب خیلی آدم ها، خیلی آدم ها پست میذارن تصویری، حالا نوشتاری که این رو از مردم میخوان. خیلی ها انگار رعایت نمیکنن. تو هم لطفاً یه جوری بگو با زبان خودت. میدونید از این آدم ها همه جور دنیا هست، همه جور که الان داریم میبینیم خیلی ها رعایت نمیکنن. ولی خب من احساس میکنم یه فرهنگ بدی که توی ایرانی ها هست اینه که اتفاقات بد همیشه برای دیگران میدونن. یعنی تا اون اتفاق برای خود آدم نیفته انگار باورش نمیکنن. و خیلی از این عزیزانی ها که اینجوری رعایت نمیکنن و این قضیه رو جدی نمیگیرن، من فکر میکنم همین اتفاقه. یعنی میگن که ما که نمیگیریم، مثلا بریم سفر حواسمون هست دیگه، حالا ما که نمیگیریم، ما که اینجوری. بچه‌ها مثلا تو خونت قرنطینه ای، تو هم که قرنطینه ای، از خرک بر همه قرنطینه ای، حالا بیاین دور هم جمع بشیم. میدونید یعنی این اتفاق، این فرهنگ به نظرم یه فرهنگ بدیه که خب توی ما هست متاسفانه، ولی این قضیه خیلی جدیه. بله. روزای اول که میگفتن که تو خونه بمونید، پدر خود من رعایت نمیکرد و من هرس میخوردم، تا اینکه خبر به گوشش رسید فلان فامیل تو فلان شهرستان فوت شده. هی گسترش پیدا کرد. الان 20 21 روز شاید بیشتر که پدر من توی خونه است و واقعا رعایت میکنه. خب میگم خیلی قضیه جدیه و بدترین بخش قضیه اینه آقای مدیری که اگر این اتفاق بیفته و مردم رعایت نکنن، به اعتقاد من تا یک سال دیگه که برآورد کردن شاید تا یک سال دیگه بتونن این واکسن رو تولید بکنن که حالا کی به دست ما برسه من نمیدونم. تا یک سال دیگه این قضیه ادامه داره. و من و امید حاجیلی با خانواده‌ام که 3 هفته است تو خونه موندیم، نمیتونیم یک سال بمونیم. یعنی اونایی که رعایت نمی‌کنن دارن بی‌رحمی می‌کنن به اونایی که تو خونه موندن. حالا کاری به اون عزیزانی ندارم که تو بیمارستانا دارن زحمت می‌کشن، پزشکان، کادر پزشکی، درمانی، همه، و حتی اونایی که مجبورن برن سر کار. به اونا کاری ندارم که مجبورن، ولی مردم تا رعایت نکنن، تا این اتفاق کلی نیفته، واقعاً این قضیه جنبشون نیست. درست. مهران جون شما موسیقی کلاسیک دوست دارین؟ آندره بوچلیو دوست داری؟ اصلا مگه میشه دوست داری؟ تقریبا 2-3 سال پیش من با یکی از دوستانم افتادیم دنبال این قضیه. یکی از دوستان من که تو ایتالیا تحصیل میکرد و رهبر ارکسترشون با آندره بوچلیو دوست بود و باهاش صحبت کردیم، رایزنی کردیم که بیاریمشون ایران برای کنسرت. آره اینو شنیدم. بله. حالا میگم از چه طریق. خب قرار شد بیاریمش کنسرت و همه کاراشو تو ایران قرار شد من انجام بدم به کمک یه شرکتی که حالا بیاد مسائل مجوز اینا رو پیش ببره. حتی تا این مرحله رسیدیم که رفتیم، من رفتم با مدیر ورزشگاه آزادی صحبت کردم، سالن 12000 نفری رو دیدیم که همه کاراشو بکنیم و اگر این اتفاق میافتاد چه اتفاق بزرگی توی مارکت ایران میافتاد. در آخرین لحظه کنسل شد. بله متاسفانه. آره. و امیدوارم که این اتفاق بیفته، حالا نه از طریق من، چون من اصلا کلا پشیمون شدم، چون واقعا من آدمی نبودم که بخوام وارد این قضیه بشم، ولی امیدوارم از این دست، چون بودن عزیزانی که آوردن، مثلا موزیسین های معروف، خواننده نمیدونم کسی اومده یا نه، ولی موزیسین های معروف دیدم که بین المللی آوردن. ولی اگه یه همچین اتفاقی، یکی مثل آندره بوچلی، اگه یه همچین اتفاقی بیفته، چه بازتاب عجیبی تو کل دنیا داره برای ما که توی ایران این اتفاق افتاده. امیدوارم که این اتفاق بیفته. حالا این رو به من گفتن، از من خواستن که بخش کارگردانی تلویزیونی این کنسرت رو به عهده بگیرم. یعنی مثلا با 30-40 دوربین در همون آزادی که گفتی، اون بخش در واقع تلویزیونی و پوشش تصویریشو در واقع من انجام بدم، که من چقدر ذوق زده شروع کردم حتی فکر کردن به چگونگیش و شکلش، و برای خودم یه چیزایی تصویر کردم. خیلی حیف شد، خیلی حیف شد. امیدوارم حالا بعد از این اتفاقات یه روزی بشه که خواننده‌های بزرگ رو یا موزیسین های بزرگ رو در ایران داشته باشیم و این امکان به وجود بیاد که بیان اجرا کنن، هم مردم آشنا میشن، هم برای اعتبار به قول تو خیلی خوبه. برای خیلی از موزیسین ها هم حتی شاید بار مثبت داشته باشه. خیلی زیاد، خیلی زیاد. چیزی هست که دوست داشته باشی از این تریبون از اینجا بگی و من نپرسیده باشم راجع به هر چی؟ اول که دوست دارم از شما تشکر کنم. خیلی ممنون بابت اینکه منو به عنوان رفیقتون قبول کردین. ممنونت دارم عزیزم. و اینکه همچین برنامه جذاب پربیننده و باحالی دارین که خیلی از عزیزان میان و مردم انقدر دوستش دارن، این خیلی جذاب. مرسی. بعدش میخوام از همه اون عزیزانی تشکر کنم که این همه سال با من بودن،
حالا از تیم اجراییم، ارکسترم، یا ارکستر، یعنی عزیزانی که تو ارکسترم بودن حتی رفتن، یا عزیزانی که اصلا، چون من ارکستر من خیلی عوض شدن بچه‌ها، و عزیزانی که موسیقی منو دوست دارن، موسیقی منو گوش میدن، طرفدارم هستن یا قرار طرفدارم بشن. من چون همه تلاشم و تمام زندگیمو گذاشتم برای اینکه حالا به غیر از اون بخش مالی، اینکه اگر کنسرتی میدم، حتی اگر حال خودم خوب نیست، به محض اینکه پامو روی استیج میذارم، حالمو جوری منتشر کنم، حال خوب و انرژیمو، که اون انرژی مثبت به همه برسه و اون انرژی مثبت به خودم و تو زندگیم برگرده. خیلی از این موضوع خوشحالم و خیلی ممنونم از همه. آقای مدیر، من همیشه اینو توی مصاحبه دیگه هم گفتم، از وقتی که یادم میاد خودمو شناختم، خودمو توی قایق بدون پارو وسط اقیانوس حس میکردم و همیشه این دیدو داشتم که هر اتفاق بدی که برام میافتاده یه حکمتی بوده، اتفاقات خوبی که میافتاده باید میافتاده، و به هر سمتی که رفته من باهاش رفتم، و این هر سمتی که رفته واقعا فقط و فقط خیر بوده برای من، حتی اتفاق بدا، و از خدا خیلی ممنونم بابت این قضیه. حالا نمیدونم خدا برنامه‌تون رو میبینه یا نه. از خانواده‌ام خیلی ممنونم. هرچی دارم از پدر و مادرمه. به به. و مخصوصا مادرم سمیمان، ازش از همینجا تشکر میکنم. دست پدر مادرم رو میبوسم. هرچی دارم از اوناست و امیدوارم بتونم یه مقدار از محبتشون حداقل یه جوری جبران کنم. نمیدونم چه جوری، ولی امیدوارم که بتونم یه جوری محبتشون رو جبران کنم، حتی اگر یک بخشش باشه. مرسی. مرسی. و آخرین سوال به رسم دور همی، احساس خوشبختی داری؟ خیلی زیاد. مگه میشه که آدم دوستای درجه یک داشته باشه، سلامتی داشته باشه، خانواده سالم داشته باشه، خانواده درجه یک داشته باشه، شغل خوب داشته باشه، همه چی خدا رو شکر عالیه برای من و هیچی از این بهتر نیست. امیدوارم شرایط مملکت، شرایط جامعه، شرایط مریضی، همه چی اوکی بشه که روز به روز منم به پیشرفتم بتونم ادامه بدم، و هیچ چیزی، یعنی خوشبختی برای من تعریف تمام این چیزاست که خدا رو شکر همه‌شو دارم تا به امروز. حالا تا ببینم دست روزگار چه اتفاقی برام داره. بسیار خوب. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. امید جان شما. بسیار مهربانه، بسیار حرفه‌ای در کارش و دوست بسیار خوبی است و با معرفت و بسیار دوست داشتنی در کار، در ارتباط دوستانه. امیدوارم که همیشه سلامت باشی با خانواده و بهترین های دنیا رو برات آرزو میکنم. خیلی ممنونم، برای شما هم همینطور. خیلی ممنون. یه ترک دیگه برامون داری؟ بله حتما. و من شما رو تنها میذارم تا دوباره مزاحم میشم. قربونتون برم. خیلی ممنون. بازم ممنون که امشب دعوت ما رو پذیرفتی. امیدوارم همیشه بدرخشی. خیلی ممنون. یه سوال سرپایی بپرسم؟ جان بله. تو ذهنم بود که بپرسم یادم رفت. این چون شما خوانندگی هم میکنید، چه حسی داره اینکه یه بازیگر میاد خواننده میشه؟ یعنی چه آتشیه که خیلیا به سمتش میان؟ سوال کلیدی بود. حس خوب چی میگی؟ چون من خودم نه، چون من خودم خوانندگی میکنم، خب نمیتونم بفهمم، چون از اولش خب دیدم اینو. چه چیزی هستش که یه بازیگر اونو نمیگیره، چه بازیگر تئاتر چه سینما، و میاد که اونو بگیره؟ اون رو در رو بودن است، انرژی در جا بودن است، یا چه اتفاقیه که؟ من خودم شخصی میگم، حالا کسان دیگه‌ای که از این حرفه وارد خوانندگی شدن رو نمیدونم، ولی حس من یه کمی انگار مشابه تئاتره. در دوران تئاتر اون حسی رو که از جمعیت میگرفتی، حالا اون نمایش داستانش فرق میکنه، اما کنسرت انقدر انرژی مردم عجیب غریبه، خودت دیگه میدونی. بله. چجوری آدم این انرژی رو میگیره و اصلا حال آدم رو خوب میکنه، یعنی به همون مقدار که یک خواننده، من نه، یک خواننده حال مردم رو خوب میکنه و وقتی از سالن میرن بیرون حالشون خوبه، به همون اندازه دو برابر سه برابر فکر می‌کنم خود خواننده انرژی خوب گرفته و حال خوب داره، و این بسیار جذابه. و اینکه تو بتونی صحنه گردانی کنی، بتونی همه مدیریت کنی جمعیت رو، بتونی حال‌های مختلف بهشون بدی، آهنگ چالشش خیلی جذابه. وقتی آهنگ غمگین می‌خونی، تو همه رو در دست می‌گیری برای اون ترانه‌ای که می‌خوای، اون حرفی که داری می‌زنی،
وقتی کار شاد و سرحال میخونی یه جور و خودت میدونی دیگه، خودت میدونی که چقدر این نقل و انتقال انرژی بین خواننده و جمعیت جذابه. بلکسشی؟ یعنی چی؟ یعنی یه خواننده میاد بازیگر میشه، فقط صرفا دیده شدن است، چون من این تجربه رو نداشتم. من این کارو کردم، یعنی تو اون سریال بازی کردم، ولی چون اصلا پخشم نشد نمیدونم چه حسی داره، خودم درکش نکردم. فکر میکنی چون یه خواننده ای که میاد بازیگری میکنه صرفا به خاطر دیده شدن است یا به خاطر همون چالش است؟ نمیدونم. ببین مشخصا نمیتونیم مرز بندی کنیم که یک خواننده ایست که آمده بازیگر شده. میتونیم مستقل ببینیم یک آدمی است که به در واقع بازیگری هم علاقه‌منده. آخه این دید همیشه هست. یعنی اگر من، چون همه منو به عنوان یه خواننده میشناسن، وقتی که میام بازیگری همه گاردی دارن. اگر امید حاجی‌لو کسی نشناسه بیاد مثلا در سریال مهران مدیری بازی کنه، حالا درست. چه خوب چه بد، دوستش داشته باشن نداشته باشن، یه قضاوت جداگونه است. ولی وقتی امید حاجی‌لو که به عنوان خواننده میشناسن میاد این کارو میکنه، با یک گاردی دیده میشه این قضیه. ببین این گارد تا موقعی هست که تو بد بازی کنی، یعنی بازیگر خوبی نشی، فقط بعد معلومه که برای دیده شدن یا آمدی یا به هر دلیل دیگری، یا مسئله مالی در بین یا غیره. ولی آدم‌هایی هستن در جهان، نه ایران، خواننده‌ای که رفته بازیگر شده و بازیگر درجه یکی بوده و مردم از یه جای دیگه گفتن این استعداد رو هم داشت و چقدر خوب، یا برعکس. مردم فرق بازیگر خوب و بد رو متوجه میشن؟ حتما. یعنی صرفا هر کی که طرفدار زیاد داره بازیگر خوبیه؟ نه، هر کی طرفدار زیاد داره نه، ولی به هر حال بازی سینما، بازی تئاتر، بازی در سریال، مردمن که همیشه قضاوت میکنن. یعنی یک آدمی رو به عنوان بازیگر میپذیرن، حتما اون طبیعی بوده، حتما تکنیکشو داشته. هم داریم این موضوع رو. مثلا من همیشه این مثال رو میزنم به عنوان موزیک پاپ، مثلا میگم که پرایت یه ماشین پاپه در ایران، چون همه دارن استفاده میکنن، پرفروشترین ماشینه، ولی آیا ماشین خوبیه؟ نه، ولی یک ماشین پاپه. یک خواننده میتونه خیلی طرفدار داشته باشه، ولی کارشناسی که نگاه کنه بگه این خواننده خوبیه؟ نه، من معتقد نیستم خوانندگانی که دارن کار میکنن خواننده های خوبی هستن. اصلا خواننده نیستن خیلی هاشون، اصلا خواننده نیستن. میگم همین قضیه هم توی سینما، یعنی فقط یه صدایی پخش میشه و خب، یعنی یکی ممکنه بیاد مثلا امید حاجی‌لو بیاد بازی کنه تو سینما هم هست، بله، و مردم هم خیلی دوستش داشته باشن، ولی و بمونه ولی یه مدتی، عنوان مردم خطا نمیکنن. یعنی به دراز مدت نشون میده، بله، به عنوان بازیگر معلومه که حالا ممکنه از 4 نفری که بازیگر هم نیستن ولی بازی میکنن سالهاست، مردم برن فیلماش هم ببینن و حالا اسمای مختلف هم روشون میذارن، اما وقتی با تک تک مردم حرف میزنی بهت میگن بازیگر کیه و اینو ما دوستش داریم. دلیلی نیست که بازیگره، همجوری خوشمون میاد ازش. ولی بازیگری اساساً یه مقوله جداست که اتفاقاً مردم خیلی خوب بعد از یه تایمی تشخیص میدن کی بازیگره کی نیست. همونطور که خوانندگی همینطوره، یعنی اگر تو بشینی با مردم حرف بزنی که خواننده درجه یکی، یه سری اسم به تو میگن. وقتی میگی خواننده های ما کیان تو ایران، یه سری اسم میگن. بعد نیازی به علم داره بازیگری هم؟ حتما، شدیداً. علم یعنی آکادمیک منظورت؟ حالا در صدد یا آکادمیک، حالا میتونه باشه میتونه که نه. یکی بازیگری به اندازه ساز که میدونی چقدر سخته، یعنی بازیگری همون... با خوانندگی نمیشه چیز کرد، مقایسه کرد. آخه مگه خوانندگی تمرین نمیخواد؟ نه تمرین میخواد، ولی علمشو خوب، خیلی اصلا خوب میخونن ولی علمشو ندارن. آره. یعنی یکی هستش که میخونه مثلا یه جرم، حتی اگه فالش بخونه شاید متوجه نشه، ولی یه جوری میخونه که اصلا میگه اصلا چه جوری داری اینجوری میخونی؟ یعنی یه چیز خدادادی. همه هنرها همینطوره. ما بازیگران غریزی داریم و بازیگران علمی. و تو ایران بازیگر غریزی خیلی داریم زیاد. که اصلا درسشو نخوندن. خواننده هم همینجوری زیاده. و علمش رو هم شاید نداشته باشن، ولی بازیگر درجه یکن، حتی کارگردان متوجه. یعنی کارگردانی که اصلا تحصیلات این کار نداره ولی ذاتاً میدونه که چجوری بچینه و چجوری بازی بگیره و چی کار کنه که تو رو جذب کنه. تو همه هنرها این هست، یعنی عکاسی هم داره، اینو هنرهای تجسمی هم داره، اون استعداد ذاتیه میزنه بیرون و غریزیه در طرف. ولی اون استعداد اگر تو هم با علم باشه دیگه چیز خیلی دیگه درجه یکی. بیشتر از این خستتون نمیکنم. قربونت برم. خیلی ممنونم. بازم ممنون که اومدی. مرسی. متشکرم و به امید دیدارت. مرسی.
متشکرم، خیلی ممنون، مرسی، خیلی ممنون.